خب شاگردان گرامی، درس امروز ما شما بحث چارک هاست. چارک ها به انگلیسی به نام کوارتر یاد میشه. تعریف چی گونه از اعدادی هست که دیتا ها را به چهار حصه مساوی تقسیم میکنه. اعدادی که دیتا ها را به چهار حصه مساوی تقسیم کنه شاگردان عزیز به نام چارک ها یاد میشه. شاگردان گرامی، در کل ما 3 نوع چارک داریم. چارک اول Q1 است، چارک دوم Q2 است، چارک سه ما Q3 است. امیده شاگرده گرامی، چارک اول نام مترادفش ربع اول است، چارک دوم ربع دوم است، چارک سه ما ربع سوم میشه. چارک اولی تو تعریف میشه میانه قبل است، میانه ربع دوم یا چارک دوم خود میانه است، ربع سه میانه بعد است، میانه میشه، میانه بعد است میانه. شاگرده عزیز، این حال شاگردان حیات گرامی خواص چارک ها را در شکل برتون تشریح میکنه. این شکل شاگردان عزیز باز رسم میکنه. یک دیتا به شکل رسم میشه، یک چارک، چارک دو و چارک چندم سه. نامگذاریشان از پایین به سمت بالا، از پایین به سمت بالا، از پایین به سمت، چون چارک ها دیتا را به چهار حصه مساوی تقسیم میکنه. صد اگه تقسیم چهار کنه چند میشه؟ 25. هر حصه چند فیصد است؟ 25% که جمعش کنیم 100% میشه. این حال خواستش چگونه است؟ خب گوش کنید، چارک اول، چارک اول، چارک چندم اول، 25 75% دیتا بالاتر از چارک اول، 25% دیتا پایینتر از چارک اول. صحیح شد؟ چارک چندم دو، 25 50 بالا 50 50% دیتا بالاتر از چارک دو، 50%ش پایین تر از چارک دو، چارک چندم سوم، چارک سوم، 25% بالا 75% پایین. ببینن خواص چی تو شد. شماره اول در چارک اول 75% دیتا بالاتر از آن و 25% دیتا پایین تر از آن قرار دارن. چارک دوم یا میانه 50% بالا قرار داره، 50% پایین. چارک سوم 25% دیتا بالاتر از آن، 75% دیتا پایین تر از آن. چارک دوم عبارت از چیست؟ میانه. قیمت آن وقتی با میانه و محل آن با محل میانه چیست؟ مساوی است. چارک سه میانه بعد است، میانه. چارک اول میانه قبل است، میانه. دیتا را باز هم به شکل چی ترتیب میکنه؟ سعودی. جمله طلایی هم همیستم، جمله طلایی، جمله طلایی در اینجا میادتان باشه که ترتیب سعودی میکنیم، ترتیب سعودی میکنیم شاگرده عزیز. یعنی دیتا را از کم به زیاد ترتیب میکنیم. از کم به سمت چی؟ اگر دیتا را از کم به زیاد ترتیب کردیم، اون میانه قبل از میانه چارک اول، خود میانه چارک دو و کیو سه، چارک سه میانه بعد از میانه. تکرار میکنم، در کیو یک یا چارک اول چند فیصد دیتا؟ 75% بالا 25% پایین. چارک دو 50 بالا 50 پایین. چارک سه 25 بالا 75 پایین. جمله طلایی همی است که ترتیب سعودی میکنیم از کم به سمت چی؟ زیاد. این چهار خاصیتش رو که براتون گفتم. دیگه شاگردان عزیز، محل چارک ها فرمول دارن. پی ضرب ن بر 4 جمع چند؟ 1 بر 2 پی شماره چارک. این تعداد دیتا. این قیمت چارک تعیین نمیکنه. چی تعیین میکنه؟ محل چارک. و همچنان انحراف چارک ها. کیو مساوی میشه با کیو سه منفی چند؟ ربع اول، ربع سوم منفی چی؟ ربع اول. انحراف چارک ها یاد میشه. انحراف چارک ها نام دیگرش چیست؟ انحراف ربع. در فرم اگه انحراف ربع بگو، هدفش انحراف چیست؟ شما از کیو سه کیو ره کیو یک چی میکنه؟ کم میکنه. این می شکل بیشتر اضافه کنید. دیگه کل شد با میده چقدر میکنیم در دیتای 10, 15, 20, 25, 30, 35 مقدار چارک اول یا چی؟ ربع اول تایید میکنیم. شاگردای عزیز، سوال اول است 10, 15, 20, 25, 30, 35. خوشبختانه که ترتیب شده است، نیست؟ پای ضرورت به ترتیب نیست، ترتیب شده است. ولی چیزی که مهم است ترتیب شده ببینه. و در این سوال خوشبختانه سوال ترتیب شده است. مقدار رو به چی را خواسته؟ اول به اساس فرمول در کنکور میاد، به اساس فرمول یاد بگیری. دیتا را حساب کنیم، 2 تا 4 تا 6 تا. دیتا چند تا شد؟ 6 تا. همه دوست ربع اول که گفت پی ما یک، کیو پی را پیدا میکنیم. کیو پی شاگرده است به معنی است که محل چارک، محل چارک فرمول داره.
پی ضرب این تقسیم 4 جمع یک بر 2 کیو یک کیو یک یک ضرب 6 بر 4 جمع یک بر 2 اینجا اختصارش کنید 3 بر 2 جمع یک بر 2 4 بر 2 2 2 چی مانا؟ این کلار نشته میکنم یعنی دیتای دوم دیتای چندم؟ دوم ای کیو چند؟ چی شب کار داریم حالا؟ مقدارش دیتای دوم کدام است؟ کی میگم؟ 15 است بگیری ای جواب سوال ما چند شد؟ مقدار چارک اول یا رو به اول؟ 15 پشتک که گفته شده که در دیتای 5 15 20 25 30 35 40 الی 45 مقدار چارک سم یا ربع سم پیدا کنیم دقت داشته باشید شما 15 20 25 30 35 40 45 تو همینجا است مقدار چی را خواست شاگرده ایست؟ کیو چند؟ کیو سه نامعلوم است اول دیتا را میبینیم ترتیب خوشبختانه که دیتا ترتیب شده است ترتیب شده که باشه ضرورت به ترتیب نداره یعنی از کوچک به بزرگ ترتیب شده دیگه شاگرده این حیات گرامی حساب میکنیم چند دیتا هست دو تا چهار تا شش تا هفت تا تعداد دیتا هفت تا میشه پی هم شاگرده عزیز سه میشه پی چند میشه سه اول محلش رو پیدا کن کیو سه خب اول فرمول شو نشته کنم براتون فرمول یاد دارین شالا یا نشته کنم دوباره پی ضرب ان بر سه پی ما سه ضرب ان بر چار با مزن جمع یک بر چند دو مخلی مشترک چار بیست یک جمع یک جمع دو نشته نکن کسایی که یاد داره خوب نداره خوب دقت کنید میشه میشه به چند 23 تقسیم چند چار سعی کنید تقسیم کنی تقسیم کنی به خاطر که متاسفانه یک تعداد تقسیم نمی کنه 23 تقسیم چند 5 4 20 با میدی 3 اشاریه 0 7 4 28 باقی مانده با 0 5 4 20 تقسیم کنی 2 اشاریه چند 5 اشاریه 5 اشاریه 7 5 گوش کن این چند شد بگو برم 5 اشاریه چند این حال اینه میره تحلیل کو یعنی دیتای چندم دیتای پنجم دیتای چندم جمع 0 اشاریه 7 5 جمع سپرشای چند؟ اف پنج ای کیو چند؟ کیو سه مقدار کیو سه مقدار کیو سه مقدار کیو سه دیتای پنجم یک دو سه دیتای پنجم چی؟ سی و پنج هست سی و پنج بگی جمع سپرشای اف پنج کن جام شده سی و پنج شاری اف پرین شده در فرم اینه می جواب زیاد مروج شده یاد گرفته انشالله تست گفته در دیتای 10 35 40 25 20 25 مقدار رو به چندم دو 10 چند 35 40 25 20 15 کیو چند رو به چندم گفته دو کیو دو همه ایتان توجه کنه شاگرده عزیز رو به دوم با میانه چیست مساوی است رو به دوم همیشه با میانه مساوی است شاگرده عزیز حالا خیر هستم فرمول که اول ترتیب نشده حالا ای شاگرده عزیز جمله اطلاعی یادتان باشه که ترتیب سعودی میکنی یعنی از چی؟ از کم و زیاد کوچک ده پانزده بیست بیست و پنج سی پنج چل بله تان فهمید انشالله تعداد دیتا را بگوییم ششتا پی را بگوییم رو به دوم دو نیست ای کیو چند کیو دو پی ما
دو ضربه شش تقسیم چهار جمع اکه بر دو. همینجا دیگه سال اصادش کنه یک دو 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 چهار سه بر دو سه میشه هفت بر دو هفت بر دو سه اشاره پنج. یعنی چی؟ یعنی دیتای چندم سوم جمع سفرش چند پنج. گوش کن مقدار گپنه کیو چند کیو دو کیو سه نه کیو دو نه در سوال چی را خواستم؟ رو به دوم نخواستم خیلی چور کیو سه میگه کیو دو را خواستم نه؟ مقدار کیو دو چی میشه خیلی شاگرده؟ بگو دیتای سه در ترتیب شده 20 جمع چند جوابش 20.5 بگی در دیتا 1 2 4 5 3 6 7 سکر سوال خیلی خوبش در فرم آمده نگفتم مقدار دیگه چی گفته؟ محل چارک دیگه فهمیدی؟ مقدار نگفته چی گفته؟ برای محل چارک ترتیب دیتا مهم نیست فهمیدی؟ برای محل چارک شاگرده هستیست ترتیب دیتا مهم چی مهم است؟ خیلی این مهم است حساب میکنیم 2 تا 4 تا 6 تا 7 تا این ما چند؟ 7 کدام چارک گفته؟ اول پی ما 1 پی ما چند؟ قیدم فرمول ما دادیم کیو پی کیو پی متعجب باش محل تنا گفتم مقدار نگفته شاگرده گرامی محل تنا گفتم محل پس پی ضرب چند؟ این بر 4 جمع چند؟ که بر 2 کیو چند؟ کیو 1 1 ضرب 7 بر 4 جمع چند؟ که بر 2 مقدار مشترک میشه 7 جمع 2 2 بر 4 2 اشاریه آفری این نمیده 4 جمع فکس این نمیده حلقه کنید دانتای 2 جمع 2 اشاریه 2 پنج نگفته مقدار نگفته چی را گفته؟ محله فکس این نمیده 2 اشاریه 2 پنج اگر مقدار میگفت باز دیتا رو ترتیب میکنیم دیتای دوم هم میگرفتیم جمع صفرش رو دو پایین میکنیم آنها نگفتد مقدار فقط محل فکس همی جواب هم بگیم در این سوال شاگرد گفته در دیتا 1 2 4 5 3 6 7 محل چارکه سیم باز مقدار نگفته چی رو گفته؟ چند دیتا حساب کنیم افتا چارک سیم پی چند میشه؟ کیو پی مسایی میشه و فرمول داریم پی ضربه این بر 4 جمع یک بر دو شواباز خیلی چند نشته میکنم؟ کیو سه سه ضرب هفت بر 4 جمع یک بر دو مخنه مشترک هفت سه 21 جمع دو 23 بر 4 5 شاریه 7 5 بگیره شواباز فقط امی گزینه فکس امی رو هم میکنه چون مقدار نخواسته چی رو گفتم؟ محله محلش 5 شاریه 7 5 مانا ازینه میفهمید اگر نی؟ دیتای 5 جمع سفر اشاریه اف پنج بگید کردیم اگه گفتم محل چاره که اول چند باشه تعداد دیتا را دریابی سوال احتمالی من خودم جور کردیم میشه تو در فرم بیان میشه بیان این سوال هست که خودم ترتیب کردیم ای کیو چند ها گفتم کیو یک چند سه اشاریه پنج این حال پیره کی میگه یک هست ای چی هست آفری ای کیو پی فرمول شاگرده عزیز پی ضرب این بر 4 جمع یک بر 2 کیو چند پیام ان تقسیم 4 جمع چند قلمک نزنی این میشه چند 3.5 تقسیم 4 جمع چند یک بر 2 فهمیدی؟ این معادله را حل کنی کل معادله ضرب 4 میشه 4.5 20 تاصل 2 4 3 12 و 2 14 14 دیگه چند؟ ایجا یه خلاف ایجا دو ای را ای طرف داری و این مسایی با آفرین شو بزن ای را گفتم احتمالی من خودم جور کردیم فهمیده؟ این تعداد دیتا چند است؟ 12 است بگی گفته اگر محل چارک سیم پنج شده چند؟ پنج باش تعداد دیتا را کیو چند که میتونم بگیم؟ کیو سه چند؟ پی ما چند است ایجا خیلی؟ پی سه است این چیست؟ آمدم درست است انشالله بالا مثل سوال بالا مثل سوال بالا شاگرده ایست کیو پی مسایی میشه با
پی ضرب این تقسیم چند؟ جمع یک بر دو. کیو چند؟ کیو سه. سه ضرب چند؟ این تقسیم چند؟ چهار جمع چند؟ کیو سه رو ببو؟ پنج اشاریه پنج. سه ضرب چند؟ این تقسیم چند؟ جمع یک بر چند؟ معادله است. کل معادله ضرب چهار چهار پنج بیست حاصل دو. چهار پنج بیست بیست دو شد. اشاریش از من میگم. یعنی دوستی؟ یک سفر. اینجا میشه سه تا این. اینجا میشه دو. این رئیسو بیار. سه این مسایی به چند؟ چند؟ بیست. این ما هم چند؟ بیست تقسیم چند؟ سه. معمولا این عدد اشاری نمیشه. خب امید از ترتیب سوال فکرم نشده. خب طریقش مهم است. فهمیدی؟ 20 تقسیم 3 کنی 18 شده چند میشه؟ نه 18 شده 6 میشه. همون از دیگه 18 میگیریم. 18 شده 6 همون 18 یا 19 را میگیریم. با مذرد 6 شده چند میشه؟ سایسته. 6 شده 6 میشه نی؟ 6 شده 6 اونم بود اگر اون دوبش کنیم 6 شده 7 7 میشه بگیریم. از دیگه 7. خوی در ترتیب سوال مخلوم متعجی نشده اما طریقه مهم است. سایست شو بردادید اگر محل چارک سه من بتر تعداد دیتا رو پرسان کنه اینجا تعداد دیتا چار نیست سوالی است نی؟ چار نیست نی؟ معلوم است های تعداد دیتا چند شد؟ افت نزدیک افت بگیر مکار کردید در دیتای پنج، بیس پنج، سی، سی و پنج، چل، چل پنج مقدار انحراف روبی در صور که می انحراف روبی شاگرد برخطا میشه هدفش انحراف چارک هاست انحراف روبی هدفش چی است؟ انحراف چارک ها یادت نره هیره پیدا میکنی حالا شما شاگرد گرامی دقت داشته باشی سوال هشتم میشه سوال هشتم میشه دیتای ما چند است؟ 15 20 25 20 نیست و بخوانی امرو دیگه را سایل میبینی 15 25 30 35 چلو و چند؟ خوشبختانه که دیتا چیست؟ ترتیب شده است ترتیب که شده باشه ضرورت به ترتیب ترتیب شده است اینان شما کیو را پیدا کنی باید کیو چی مانا؟ انحراف چارک ها کیو سه منفی کیو یک کیو سه منفی کیو یک نشته نکن که بار دوم هستی مسئله تشتمی شکر در گرامی اول تو کیو سه را پیدا کیو سه را اول چیش را پیدا کن؟ محلشه اول محلشه سه ضرب تعداد دیتای تام بگو چند دیتا دو تا چهار تا شش تا سه ضرب شش بر چند چهار جمع چند یک بر دو یا اینجا اختصار شد شایسته هشت بر چهار نه بر دو جمع یک بر دو ده بر دو چند شد پنج پنج چی مانو چهارک سه محلش پنج است مقدارش نه محلش ای کیو چند کیو سه مقدارش بگو دیتای پنجم چند دیتای پنجم چند دیتای پنجم چل کیو چند؟ یک ضرب شش بر چهار جمع چند؟ یک بر دو جمع سه بر دو جمع یک بر دو چهار بر دو 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 چی مانا؟ محلش محلش مقدار کیو یک مقدار کیو یک دیتای دوم بیست و پنج خیلی کیو چطور پیدا میشه؟ کیو سه من مقدارها را مندازیم یا محلها را؟ مقدارها را مندازیم این حال یک شاگرد که تا اینجا رسید میگه پنج منفی دو سه استاد جواب نداشت چرا جواب نداشت؟ اینه تو حل کردم تو در آخر کیو سه و منفی کیو یک محلش هم نداد مقدارش هم بر تو لطفا فکر در بیدی مقدارش هم بگو چل منفی بیست و پنج جوابش اینه جواب داره جواب میباشه بگیم این رو کنه ببینم این کیو سه اول چیش تا این میکنه شاگرد عزیز؟ مقدارش هم پینه بر چار جمع چند بود؟ یک بر دو سه شش هجده بر چار نوی بر دو جمع یک بر دو ده بر دو پنج پنج چی مانا؟ دیتای پنجم دیتای پنجم امید شاگرده عزیز دیتای چندم؟ این دیتای اول دیتای دوم دیتای سه دیتای چارم دیتای پنجم دیتای پنجم چل هست خیلی مقدار کیو سه چل مقدار کیو سه چل کیو یک پیدا کنی پی این بر چار پی ما یک بر ش... یک ضرب شش بر چهار جمع یک شش بر چهار اختصار کنی سه بر دو جمع یک بر دو چهار بر دو جواب چند میشه دو ای مقدار کیو یک چند است 25 کیو یک چند است 25 خیلی کیو مثلا میشه با کیو سه دیتای دو چند است اونم بگو
25 کیو سه منفی کیو یک جوابش 40 منفی 15 25 40 منفی 25 15 میشه. سوال چندم؟ نو. امید شاگرده عزیز در دیتای چند؟ 15 20 25 30 35 40 45. درست است شاگرده گرامی؟ در این دیتا شاگرده این حد گرامی از شما چی را خواسته؟ انحراف ربعی. انحراف ربعی هدف شما نمو کیوز، انحراف چارکاس. خواست شاگرده از کیو یک یا کیو زی را پیدا کنیم، پس پیشش مهم یک ضرب اینه بگوییم افتا یک ضرب افت تقسیم چار جمع یک بر دو دوی بر چار دوش های دو پنج مانا ایزی را فهمیده؟ دیتای دو جمع چند؟ صفرش های دو پنج مقدار کیو چند؟ ترتیب شده نیست دیتا؟ دیتای دو ما بگوینه 20 جمع صفرش های دو پنج بگو جوابش 20 اشاریه 25 خوبیده؟ کیو چند؟ کیو سه پیمو ضرب 7 بر 4 جمع چند؟ چکه بر دو مخنه مشترک 23 23 بر 4 5 اشاریه 7 5 مانا از این میفهمی؟ دیتای پنجم این نشته میکنیم مقدار کیو چند؟ کیو سه گو کیو دیتای پنجم 40 1 2 3 4 5 35 40 نه چل بالا را آوردی جا خیلی چل جمع چند؟ صفرش رو یفت پنج اینمی یکام تا که غلط جواب میتر آدم در زیر آدم میمان سی و پنج جمع شما بگو؟ هفت پنج فامید انشالله گوش کن کیو را پیدا میکنیم کیو چند؟ مقدارش وزش های یا محلش؟ مقدارش فامیدی؟ اینال مقدار اولی را بگو سی و پنج اشاریه اف پنج منفی 20 اشاریه دو پنج 15 اشاریه پنج بگیری جواب سوال شد. شاگرده عزیز میمیم در قسمت شاخصای پراگندگی میمینه شاگرده عزیز شماره اول لطفا گپ نزن اسم مربع این میشه وریانس وریانس فرمولش میشه سکمای xi منفی x بار کل مربع تقسیم n. اینجا شرط داره اگر x n x بار چی؟ اوسط عدد تام باشد. در نوع تو واضح است دار خوب جنبندی کردیم فقط گوش کن وریانس از رابطه وقت استفاده میشه که اوسط عدد تام باشد. اگه شاگرده ایست اسم مربع اسم مربع عبارت از چیست؟ وریانس وریانس سکمای اکسای مربع تقسیم چند؟ n منفی x بار مربع اگر x عدد اشاری باشد یعنی بسیار لطف جنبندی کردیم شروع دارید ببینید هر جنبندی من نتیجه مثلا اگر x عدد اشاری باشه شما هر x های از x کم کنید عدد اشاری میشه و او را که مربع کنیم مربع کردن عدد اشاری درد سر میشه بنابراین وقتی که x عدد چی شد؟ اشاری شد r دیتا را مربع کنید جمع کنید تقسیم چی کنید؟ تعداد کنید با اوسط مربع کنید ازش کم کنید جواب بسیار آسان بسیار آسان و ساده و عام فهم گفتیم این را شاخصای پراگندگی نام شاید داره انحراف میاری است وریانس است این وریانس شد دیگه شاگرده از دی وریانس است نه؟ وریانس چیست؟ مربع انحراف میاری وریانس چیست؟ مربع انحراف میاری وریانس عبارت از چیست؟ مربع انحراف میاری و انحراف میاری جد مربع وریانس امیده؟ وریانس شاگرده عزیز چی است؟ مربع انحراف میاری انحراف میاری شاگرده گرامی چی است؟ جذر دومه وریانس رابطه سوم شاگرده نهایت گرامی رابطه چهارم شاگرده عزیز اسم مربع مساوی میشه به اسم مربع چی مانا؟ وریانس مربع انحراف میاری؟ وریانس است سکمای اکس آی صحیح شده؟ با معذرت اف آی ضرب اکس آی منفی اکس بار کل تقسیم این اگر جدول کسرت داده باشه
این فروکی از چی وقت استفاده میشه؟ فرکانسی داده شده باشه. فرکانسی داده شده باشه. اگر فرکانسی یا جدول کسرت داد و از شما چی را پرسان کن شاگرده عزیز؟ وریانس اینمی فرمول شد. سکمای اف آی ضرب اکس آی منفی اکس بار کل مربع تقسیم چند؟ این دستم فای کنکور به شکل اساسی درس دادیم، سوال کار کردیم، جدول ها را کار کردیم. یه تکرار است. بگیره تا بگیم. دیگه شاگرده عزیز مجموع این سکمای اکس آی منفی چی؟ اکس بار همیشه صفر میشه. اینه تو میخوانی مجموعه انحراف از اوسط اس و بی. شاگرده عزیز همیشه ای صفر است. مجموعه انحراف از اوسط اس و بی همیشه صفر است. مجموعه انحراف از اوسط اس و بی همیشه صفر است. مجموعه انحراف از اوسط اس و بی همیشه صفر است. دیگه شاگرده عزیز این میشه سکمای اکس آی منفی اکس بار داخل چی؟ قیمت مطلقه صفر نمیشه. چرا نمیشه؟ چون مطلقه داره. اینه بخوان، اینه بخوانی باید که چطوری خوانده میشه. مجموع قیمت مطلقه انحراف از اوسط اس و بی، این تو بخوانش. مجموعه سکما چی مانا؟ مجموعه قیمت مطلقه اکس آی منفی اکس بار انحراف از اوسط اس و بی خوانده میشه. انحراف از اوسط اس و بی قیمت از شاگرده از صفر نمیشه. خواندنش رو باید بفهمید. چطور بخوانیم؟ دیگه شاگرده گرامی تا رابطه چندمش هفتم، رابطه هفتم سکمای اکس آی منفی اکس بار کل مربع. سکما چی مانا؟ مجموعه مربعات انحراف از اوسط اس و بی. مجموعه مربعات انحراف از اوسط اس و بی هم صفر نمیشه. تنها مجموعش میشه. مطلقه و مربع باشه صفر نمیشه. دیگه شاگردای گرامی سکمای اکس آی منفی اکس بار داخل قیمت چی؟ تقسیم چی؟ ان. این هم شاگردای جدیدترین سوالای پارسال آمده بود از امی بود. این را چطور میخوانی؟ سکم اوسط قیمت مطلقه انحراف از اوسط اس و بی. شاگرد باید سوال میکنه استادی مجموعش چی شد؟ همین اوسط چی مانا؟ مجموعه تقسیم تعداد. اینی مجموعه نیست، تقسیم تعداد نیست. تو مانا دار شاگرد دیگه دایی شد. اگر شاگرد دیگه چی هست؟ رنج دیتا چی مانا؟ سایه تحول دیتا. خب گوش کن، سایه تحول دیتا چی هست؟ رو بلش A منفی B A بیشترین دیتا بی چی هست شاگرده عزیز؟ کمترین دیتا. ای شاگرده عزیز بیشترین دیتا منفی کمترین دیتا به نام رنج یا ساحه تحول دیتا یاد میشه. امید انشالله ببینی شاگرده ایست چیقه جنبندی های مقبول و کنکوری براتان کردیم. هیچ کتاب ایستاید هم کل کشور که براتان میمه مقید منظم نیست، مجرد براتان. به صورت اومم شاگرده ایست سکنی چند تا گپا گفتیم. اگر شاگرده عزیز شماره اول رنج دیتا صفر شود، بیشترین و کمترین مساوی شود. امیده رنج دیتا چی شود؟ صفر شود. جامعه چیز؟ متجانس. مثلا شما در این صف قد افراد اندازه میکنیم، کلش قدش 160 سانتی متر میشه. در این صف تمام افراد است که قدش چند است؟ 160 سانتی متر. این جامعه، این صف یا این جامعه از لحاظ قد متجانس است. یعنی رنجش هم صفر است. بیشترین هم 160 است، 80 است، پایین‌ترین هم 180 است. ادوان شماره دو گفتیم اگر سایه تحول دیتا، اگر دو جامعه داشته باشیم، جامعه A و جامعه B داشته باشیم، چند جامعه؟ R A R B. اگر رنج A و B چی صفر شود، جامعه چیست؟ متجانس است.
اگر رنج A از B بیشتر شود، پراگندگی جامعه از B بیشتر است. پراگندگی A فهمیده؟ بیشتر از چیز B. اگر کمتر، اگر رنج A از B کوچک شود چی مانه؟ کمتر است. اگر بزرگ شود بیشتر است. باز هم سمی را گفتیم اگر رنج جامعه را پیدا کنیم و رنج جامعه چی؟ رنج جامعه از B چی شود؟ کمتر شود. ای شما چی میگه؟ پراگندگی جامعه A کمتر است پراگندگی جامعه B از شاگرده عزیز. این حال شاگرده اشار بیدار اگر رنج A با رنج B مساوی شود، اما خلاف صفر شد. اگر صفر شود چی مانا؟ متجانس است. اما اگر A و B مساوی شود اما صفر نشد. نشد شاگرده عزیز. برای اینجا دو حالت داریم نه؟ برای تان تشریح کردیم. شماره چهار، اگر سایه تحول جامعه مساوی و سایه تحول جامعه B باشد. باشد. در این صورت چی رو پیدا میکنیم؟ تفاوت دیتاها را. چه وقت تفاوت دیتاها را پیدا میکنیم؟ وقتی که رنج جامعه A با رنج جامعه B مساوی شود اما صفر نشود. در اینجا چی رو پیدا میکنیم شاگرده عزیز؟ تفاوت دیتاها را. تفاوت دیتاها را بازی شاگرده عزیز گفتیم اگر تفاوت دیتا، تفاوت چی؟ دیتا در کدام جامعه بیشتر از تفاوت دیتا، تفاوت دیتا در جامعه چی؟ بی بیشتر شود، به این معنی که پراگندگی سایز A از پراگندگی جامعه B چیز بیشتر است. جزه علف، جزه علف. فهمید انشاءالله؟ گوش کن. اگر باز تفاوت دیتا، تفاوت دیتا در جامعه چی؟ A کوچکتر است، تفاوت دیتا در جامعه B شود. در این صورت شاگرده گرامی پراگندگی جامعه چی؟ A کمتر است پراگندگی جامعه چی است؟ B. پراگندگی جامعه B است. این جزء بیش یا پنجشال فهمیده؟ بلیشه براتون دانه دانه گفتیم شاگرده ایده. پنجمین شاگرده ایده به شما میگه که هر قدر که پراگندگی بیشتر باشه اعتبار جامعه کمتر. پراگندگی چی؟ بیشتر اعتبار جامعه کمتر. فهمیده؟ آفرین شاباس. ششمش براتون چی میگه؟ هر قدر پراگندگی، پراگندگی چی باشه؟ کمتر باشه شاگرده عزیز اعتبار جامعه بیشتر است. این سعی شد انشالله یک جنبندی کنیم شاگرده این حیات گرامی. ما در قسمت رنج، رنج یا سایه تحول دیتا بیشترین دیتا منفی کمترین دیتا است. به صورت اگر دو جامعه داشته باشیم، چند جامعه؟ رنج در دو جامعه چی شود؟ صفر. جامعه چیست؟ متجانس است. گوش کن. اما اگر یک جامعه باشه دیگه جامعه بی، رنج جامعه از رنج جامعه بی بیشتر شود. پراگندگی جامعه از بی چی است؟ بیشتر است. پراگندگیش که خیلی زیاد است اعتبارش خیلی کم است. اگر رنج جامعه از رنج جامعه بی چی شود؟ کمتر شود. خیلی پراگندگی جامعه از رنج جامعه بی چی است؟ کمتر است. پس اعتبار جامعه از بی بیشتر است. اگر رنج جامعه با رنج جامعه بی مساوی شود اما صفر نشود، مساوی شود اما صفر نشود، تفاوت دیتاها را دریافت میکنیم. اگر تفاوت دیتا از جامعه بیشتر از تفاوت دیتای جامعه چی شود؟ بی شود. اگر پراگندگی جامعه از بی بیشتر است، برعکس اعتبار جامعه از بی کمتر است. فهمیده؟ دیگر اگر تفاوت دیتای جامعه از تفاوت دیتای جامعه بی چی شود؟ کمتر شود. پراگندگی جامعه از بی چی است؟ کمتر است. برعکس پراگندگی کم باشد تفاوت اعتبار دیتا بیشتر است. پراگندگی بیشتر باشد اعتبار جامعه کمتر است. پراگندگی کمتر باشد اعتبار جامعه شاگرده عزیز بیشتر میشه. ای شد انشالله دار منظم براتون نوت جور کردیم شاگرده عزیز. مثالا گفته شده که 10 20
35 50 90 100 سایه تحول در سایه تحول ترتیب دیتا مهم نیست شاگرد عزیز در سایه تحول ترتیب دیتا مهم نیست فهمیده شاگرد عزیز سایه تحول به معنای بیشترین دیتا منفی کمترین بیشترین کمترین در جوابش بگید سایه تحول دیتا چند شد 90 شد مثال اولش بود مثال دوم شاگرده این جامعه را بگوی یک سه پنج شش هفت نو جامعه بی دو چار شش نو پانزده دو جامعه را داده چند جامعه؟ دو جامعه گفته که پراگندگی A نسبت به B چیگونه است پراگندگی A نسبت به B چیگونه است پراگندگی جامعه نسبت به B چگونه است؟ حل سوال رنج جامعه A رنج جامعه A بیشترین جامعه A 9 کمترین 1 رنج جامعه 8 رنج جامعه چند شد؟ 8 رنج جامعه B رنج جامعه B بیشترین 15 منفی 2 چند 13 اینان شاگرده ایز تحلیل کنی هم میگه که R A از R B کده کمتر است ای پراگندگیشان کمتر است ای جوابشون رشته کنیم پراگندگی جامعه A کمتر است جامعه B است پراگندگی جامعه A کمتر از جامعه B است